بله بله سلام علیکم، خوب هستین؟ در خارج که همگی دوستا هستن خوب هستن؟ در یک کوچه هستیم، در یکی از کوچه های کابل هستیم. کوچه رو نشانش بده. در یکی از کوچه های کابل هستیم. اینه میبینین عملا میبینین که ما زبالا را جمع کردیم. اگر ما در این کوچه نمی رسیدیم مشکلشان زیاد بود، بسیار رابندی وجود میشد، رابندی کثافات. اینه میبینین دیگه کار خود انجام داده رایستیم. پیش از این کراچی اف لاری را بار کردیم، اونا حرکت کرد. پنج لاری موجا منتظر است. نمکل سای پنج لاری موجا منتظر است. دیگه اون منتظر حرکت دستور ماست. پنج لاری دیگر هم بخیر حرکت میتیم، منطب تیل ندارن. مشکل تیل دارن که حرکت کنه. اگر شوه که یک 8000 دلار یا 5000 دلار دیگه هم روا کنی که ثوابش هم برتر میرسد. خودت زیاد زیاد میرسد. خودت که یک آدم دلسوز و بسیار شریف هستی، در فکر وطن هستی دیگه. دقیق 12 لاری اون طرف دیگه است. 12 لاری لاریای ما مشکل تیل داره. اینمی که تا دو بجره برای ما پیسه رو حواله کنی دیگه، ما او را حرکت بدیم. خوب صحیح. بله عکس لاریا را میگرفتیم، عکس لاریا را بگیرید، به خاطر لاریا از موبایل که کلال بود. لاری کلال نمیشد که عکسش را نبگیریم. این عکس کراچی را برات نشان دادم. عکس کراچی. این خوب ببینید لایو لایو کراچی. نفری که که ما کار میکنه یوم دریور است، کراچی وان نیست. لاریش دو بغل استاد است، فقط منتظر تیل است. منتظر تیل است. دیگه منتظر تیل است. بس. بله بله. بسیار خوب شد. بسیار خوب شد. یک لازم. وکیل کوچه که در این کوچه وکیل است، واقعا انسان شریف است، واقعا یک دقیقه واقعا انسان خوب است، یعنی که مثلش پیدا نمیشه صاحب دیگه. بسیار انسان خوب است. این شاید بود که ما 5-6 لاری را زباله را از این کوچه بله جمع کردیم، روان کردیم، فقط منتظر تیل هستیم. تیل پیسه تیل یک قسم یک وکیل سیب تعریف دارم تعریف جلو من میفهمم. بله من میفهمم. بله برادر عزیز، اینا دروغ میگن. که دمی کمری چیز اینا دروغ میگن. اینا دروغ میگن برادر. میفهمی خودت خو یک آدم هستی که به وطن میخوای خدمت کنی، خیر ببینی، خداوند اجر نصیبت کنه. خود از این دروغ میگم. برادر جان خود از این دروغ میگم. وکیل تو دروغ میگم. اینا اینق یک زباله رو میگیرن، اینقدر پیسه از شما میخوای. برادر جان قربان چون بیا دروغ میگن یا کار نمیکنن یا فقط برای جیب خود کار میکنن. بسیار ببخشید. خود وکیل تو دروغ میگم. تو مرا تو بسیار ببخشید. دلسو صاحب یک دقیقه که اینا رو ما گفتیم که وکیل هست، اما اینا یک دروغگوی برای ما وکیل هستم. اینا دروغگوی هستن. وردار جمع کن. وکیل دروغ میگن. حتما خبر این برای این یکنی تلفون میکنم با بالا کلگیر خبر میکنم. تیز دیگه منطقه رو ترک کنین. تیز نبینم اتان. نکوی کار رو نکو. گفتم نبینم اتان. حالا من پس ببینم اتان. من ببینم اتان. ایست من نبین. من تو یک لحظه. وی؟ بطه بطه. سبر کن. وی؟ یک تیلری از تو. سیکو؟ خوی نه سیکو. بگو چای روان کنم بر تان. نه. خیر ببینی. تشکر. سلامت باشی. بخیر باشی. از غم خلاص کردیم. جوش که اول عقل ما کار میکرد. وای پای اکم الو گردنه که الو پای گردنه چیگه پس ای ماشو چی میگم اتا چی حال انداختی؟ پایم درد میکنه. چی حال پایم درد میکنه؟ گردنه ما اینجا فقط خانه ایت هست که قلمه حال انداختی چو بشی؟ پایم درد میکنه خاملات شده جور میشه. تو چی حال انداختی؟ پای گردنه چو بشه که بازم گردن تا میده میکنم. برام میشی؟ اومده از دکتر وای 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 پایم چو بشه؟ چو بشه که مریضا رو مشاهمت بگیری؟ وای گردنه ما دیده پایم در داره در درزای پایم در نکنه در نکنه پایم وای چی که پس هی؟ چی که پس؟ دکتر پای درد میکنه خلا زیر بلدوزر خونه شده، زیر تانگ نشده، آرا بشی؟ پای گردانه پای گردانه چی شده؟ چی شده؟ آلو پای من آره این عملیات شده، عملیات شده، عملیات شده، عملیات دور تانگ خونه شده، آرا بشی؟
تو چی حالا انداختی؟ گردنم. گردنت خو گردنت عملیات جون میشه. چی گفت؟ وای گردنم. گردنم گردنم. صدای تو نکشید، نه خبرت کردم صدای تو نکش. ای بی تو چی؟ وای بکنه یه دارت از بارم بشه برو دستازه. وای 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 پایکم چی شده؟ وای 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 پایکم وای وای چی شده پایکم؟ وای 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 بیدر تو نیم ساعت میشه که عملیات شدی؟ ایده کدام میدان رفتی پالوانی کدی پایتگم کدی چی شد؟ اونمو دکتر پالوان تان آمد اینمی جا اونمو دکتر پالوان قاروقتان آمد پای ما کشکان کد کشکان کد ندید ما چه پای ما کسی خود بردی آتا زیر میز انداختش. این مریض دیگه که پالوید بودی چی شد؟ این مریض دیگه گردنش خوب نه عملیات شده بود وام. این مریض دیگه رو دیدم که خودش اونوس رو کردن بند چه اونوس رو بردن. نمیلایی چی پلا آدم هست ویل یک دقیقه بله سلام علیکم خوب هستی؟ دکتر جان اینجا شفاخانه است بیادر تو چی کدی؟ خب مریضا هست نمید از انستیزی برامدن و بیادر اموسو چو پسکنده اینجا دکترا مریضا را مثل اولاد خود کتش رویه میکنن تو چرا تو روی زشت کدی کدی کد از اینا؟ راست میگم راست میگم تو بیادر اینجا مردم سر صفحه شده اینجا تو نه آمدی باز با واسطه آمدی بیادر چرا تو میکنی؟ من شکایت میکنم بالا برو خداحافظ ناصرت با آدم همیت یک کار را میکنه چی کده ما؟ چرا در چشم مردم خاک بزنین؟ چرا چی تو پار سال سکی چه بگم تا پار سال دمی باغچه ما آمدی یا نه؟ دمی جایی که ما اوت استاد هستیم یک درخت تاک بود یا نه؟ بود تاک بود چی شد تاک گم شد؟ از خاطر دوای بی کیفیت خراب خودت سعی کن بیادر جان من کم پار سال آمده یک لحظه پار سال آمدی گوش که چه بگم تا بگو اما سالا اینوی تاک ما پیش از برگ انگور بکرد پیش از برگ انگور میکرد بعد از دوا پاشی خودت دیگه بیخی گم شد خوش شد اینی نه دیمش دوا دیمش نه نزم بس تشکر اینی درخت زردالو بود حالا چی شده؟ سک بابا دادم کارم میکنم پارسال که آمدم دوا پاشی کدم نه دوا پاشی کدم خودتا نگفتم یک منکس کش بخر دمی سر درخت بالا شو از این سر درخت دو سر درخت از اون سر درخت دو سر درخت باز از اون سر درخت پس دو سر درخت با می منکس کمیشی دست بزن کمی پاشه چی تست بزن همی پاشه که میخواست که میواره بخورد تست بشی من توان درخت های خدا بخوام بگش توان نکو اینه دوا پاشی میکنم دوا پاشی میکنم پس سر دوای لکس آوردیم اینه باش دوای لکس آوردیم مره تو توان ما بیتی مره بکش پیسه اینه دوا پاشی بکش پیسه خو ندارم من توان درخت خدا میگم من نمیمونم توان درخت ما رو بیتی غریب بودم از غریب هستی انا دوا پاشی میکنم برای غریب هستی که خاک در چشم مردم میذاری خاک نزدم طریقه جا گفتم تو بکش تو نکدی طریقه جا گفتم برای فال بینم فال میبینم قال و احوال میبینم قیل و قال های زندگی با پول و مال میبینم فال بینم آل و احوال میبینم خوب را بد میسازم بد را خوب میسازم جن چرا وقت ضایع میکنی؟ وقت ضایع نکو خلاص کو نفر بخوای وقت ضایع نکو یکنی باز پیزی دکم میکنم کاکا سلام علیکم خوب هستی؟ و علیکم السلام جان کاکا بیا قنده کاکا کاکا اینجا دوگر کاکا جادوگر یک مشکل دارم بگو چی مشکل چی جنجال؟ مشکل ما همی هست که میخوایم که برم یک بیادر خورد خود زن بگیریم زن بگیری این را که دمیخانی هر کس خواستگاری رایی میکنیم آها اگه شما یک فامیل ظالم هستین امی عروس که در خانه شما بره یک روز در خانه است 25 روز در شفاخانه دیگه ایران ماندیم که نمیره چی رقمی مشکل حل کنیم دیگه گفتیم باش
ایجام ایجام علم ما امیر نشان میده. امیر نشان ظالم بودن مرا نشان میده از خودت. ظالم بودن فامیلتانه. یک دقیقه یک دقیقه بیادر یک کسی مرا نشانیم زد. وارخطا نشو ایج کامدی با دل اما تو کلان بیا. وارخطا نشو که اینجا جند است پری است. متوجه باش وارخطا نشو. آره بیشی تو میشه به کار من. ای تو راست ما برات یک شویست میتوم. خب این شویست ببر. این شویست ببر دمی خانه آرزخیل کمی داخل کدی دمی چاینک چایشان پرتو. خب صحیح صحیح امی که انداختی کلگب حل میشه. با چی فایده میکنه؟ با چی فایده میکنه؟ فایدهش اینمی که امی دختر امی آرز وقتی که بلنکه شده طرف خانه بابی خود بره بابیش قبول نمیکنه میگه نه وای تو مردم نیست. میفهمی این گناه خودت است. خودت کت سیگرت در دادی. ای خیر میبینی خودت کنه کت سیگرت در دادی. دیگه چی فایده داره؟ و دیگه فایدهش برات بگویم. وقتی که تو سر پایلوچ داخل خانهشون بره میگه نه توی کار نکدی یا شما کم تو خوب سیلیکاریش کنید پیشوری بابیش. بابیش قبول نمیکنه میگه تو کل گناه از تو است. هیچ وا نمیزنید و تو مردم اصلا نیست. کدلی کدا چوب یعنی کدا چوب که چپک کدا بزنه میگه شاید معنی بس درس یاد بتشه. درس یاد بده که چوب است. من تو ما یک شویست میتونم تو این شویست اونم تو کو پیسه نه والا پیسه دادن نمیتونی بخاطر اینکه ما یک عادت داریم تو کیسه که تو که دوارم که از دواخانه میبریم سر ما تاثیر نکنه ما پیسیش نمیتیم. ای تو راست خو آله که من شویسته برات قاد کردم این خلا شد باطل شد فقط منحصر به خودت است. آله پیسه بته در غیر از او پیسه از پیشت میگیر. نداره پیسه یک قرآن هم نداره پیسه نمیتونه ایره بگی؟ ایره بگی؟ بازد تاثیر کدن جن از پیشش پیسه بگی. بذار چی بگیری تو؟ چیزی که میکنم اونو میبینید که چی هست؟ من نمیبینم بگم جناس از پیشت پیسه میگیره. لکه بداره پیسه بته. لکه پیسه بته. لکه بداره گفتم پیسه بته. لکه میتی یا خفکی کنه دوست عزیز به شرکت ساختمانی ما خوش آمدین. شما زنده باشید. ما مدیر استخدام امی شرکت هستم و جناب ایشان معاونم هستن و شما تشکر که به خاطر انترویو به شرکت ما آمدین. شما زنده باشید. خب شروع میکنیم. شما چند سال سابقه کاری دارید؟ والا ما تقریبا از 30 سال اضافه تر سابقه کاری میشه. خب از جمع کارهایی که کردین میشه بگوین که کدام تعمیر بسیار با شهرت شما جور کردین؟ والا ببخشید در سیویتون تعمیر چهار برجه بود؟ این رو شما جور کردین؟ بله من جور کردیم. بله 4 و 6 نوشته بود. بله ما کار را زیاد کردیم. خب یک سوال دوم ما بفرمایید. قبل از اینکه ما در یک جا یا در یک منطقه بله بخواییم که یک تعمیر 6 منزله یا 5 منزله را جور بکنیم استاندارد 7 منزله است. بله چقدر گفتید؟ استاندارد 7 منزله است. خب قبل از اینکه ما تعمیر در یک جای ساختمانش شروع کنیم بنیادش رو بکنیم امی تادا بشنه اولین کار ما چی است؟ اطور است اولین کار باید مقاومت زمین سنجیده شود که بله. در مقابل حوادث طبیعی مثل سیلاب و مثل زلزله و ایگپا مقاومت داشته باشه و خاکش لابراتوار میشه. این کار اول. و کار دوم ما باید که تحت استملاک دولت ای زمین نباشه. و سیم ای که حداقل 20 متر از پیاده رو فاصله داشته باشه. بسیار تشکر. و در قدم ببخشید در قدم چهارم ای باید از 7 منزل بالا نباشه. به خاطر چی؟ به خاطر که چهار اطراف خود اذیت نکنم. تشکر. بوکس نمونه خروار است. شما زنده باشید. تشکر. بفرمایید. شما در دلیز انتظار ما منتظر باشید. ما براتون تصمیم خود میگیم. شما زنده باشید. تشکر. سایکو چی میگم تا؟ بله مدیر صاحب. رئیس خبر نشه.
رئیس خبر نشه. این آدم اینقدر با استعداد، من که مثل چشمایش دیدم نه، این دیگه چشمای از اینی از سمد دانی قوریوم که پخته است. همیگه نه گپای زد ره مدیر صاحب، دانو دیگه گپاش گوش نکدی. خب بیا از کاری گپ بگذارم تا رئیس خبر نشه چیزی که ما برات میگم. درست انتریور موتو گرفتی بانو چون فکر کن. خب از نظرت این چطور آدم است؟ خب بسیار فرمون دیگه رئیس صاحب دیدی و نه سیکو، من که از این گپای ازی دیدم، دانش ازی از تو کده بالاست، فهم ازی از تو کده بالاست، استعداد ازی از تو کده بالاست، اینمی در جای دمی کار استخدام شد خودت منفک هستی رئیس. مدیر صاحبی اگر جای تو را نگیره جای ما را خو وقت میگیره. ای که گپ میزد من منفک شده میرفتم، ای گپ میزد من منفک شده میرفتم، ای گپ میزد من منفک شده میرفتم. مدیر صاحب از جای تو را که نگیره جای ما را وقت میگیره. مدیر صاحب خود یک کار میکنیم. مدیر صاحب رئیس را میگیم از ای که در بی استعداد، بی لیاقت، بی تجربه ما در امی جمعی انتریو نداشتیم. رئیس را میگیم صاحبی فقط چوب سوخت واری بود که در بخورید بسوزانید. گوش کن، لیست علاقمندان زیاد است، لیست کسایی که میخواین جا کار کنه زیاد است. فقط سیکو ضعیفشه، از او که ضعیفش نیست هیچ کارم نفهمم، که از موتو کده پایین باشه، پایین باشه، بالا نباشه، که بالا بود جای تا میگیره. تیز میری این نفر بگو منتظر تلفن ما باش، اما تو بس دیگه پشت نخوت سیارش کن. برو تیز سیکو، ای از دروازه شرکت بکشیش، از دروازه شرکت بکش، بسا نارام هستم. هموطنان عزیز سلام، امید که صحت و سلامت باشین. با گزارش آب و خاک امشب خوش آمدید. موضوع گزارش امشب ما به خاطر از اینکه مشکلات جریان ترافیکی بسیار زیاد شده و مردم کدش با تکلیف هستند و زیاد برای ما پیشنیاد می یا شکایت می که باید گفته شود، این شکایت یا این گپ به سهم کسایی که مخاطب ماست رسانده شود. ما باز هم یکی از مشکلات های جریان ترافیکی در گزارش آب و خاک گرفتیم. دوستای عزیز، بعضی از موترها، موترهای لینی یا دیگه موترها وقتی که در شهر، در گوشه و کنار شهر رفت آمد میکنن، اما به اصطلاح ترافیکی از امو دست خود نمیرن، خلاف دست خود، خلاف مقرراتی که در جادی که روان هستن سیر و سفر دارن، که باعث از این میشه که جریان ترافیکی مختل شوه و وقت مردم زاید شوه، حتی حادثات رخ بده. ما خودم چند بار شاهد از این بودم که مثلا یک موتر در یک سرک روان است، یا وقت به حساب خودش فکر میکنه که بیا تا یک رای طولانی را دور خوردن اینوت یک دور میخورم، ولی قدر فکر نمیکنه که دور خوردن جدی، دور خوردن ناسنجش باعث حادثی ترافیکی میشه که هم جریان ترافیک مختل میکنه، هم خودش به اصطلاح موترش خراب میشه، تکر میکنه، و هم موتری که از فکری از این خبر نیست، از پلان از این خبر نیست که مثلا دور میخوره. حتی بعضی از موترهایی هست که گفته یکان تا به حساب خودشان بسیار سرشار هستند، بسیار بی خود هستند، کنم امو اشاراتی که لازم است که مثلا من دور میخورم، من ایشو میرم، من اوشو میرم، از اون استفاده نمیکنن. اما تو سرکش که به دور میخوره بیادر حادثه است، شیشا میده، پوز و کپل میده بیادر. بخاطر چی؟ بخاطر سرزوری ما. با امید از اینکه کسایی که کارها را میکنن گپ مرا گرفته باشن، سزگه تشکری قلمان یخشی برسس ساغ برسس تاس پاپاک اللہ سپارو اللامو برشا. سراو کجاستین؟ اوهو ای بچه کجاست؟ ایده هیچ کجاست شخ. سراو آقا چه گپ از دای پایدیم؟ پنج بجه صبح مرا ناق بیدار کردی آقا. پنج بجه صبح چی میکنی؟ با ما چکک کده چکک کده کل چپه میشه. بخی که برفا را پا کنیم. کجاستی بیادرت کجاست؟
ای بیادرم رفت گفت شو بیبی ما خواه دیدیم که در پیش افغانه شیخ زده رایست که من مریض هستم یک دکتر پیشش نمیایم رفت گفت ببینو که بیبیم شاید مریض باشه بجلت دوید رفت خب ای کجاست؟ ای بیادرم گفت ما برم شار یک راجبل کمپیوتری بخرم که خودم زیر صندلی باشم راجبل دبام پاک کده برا خلاص بخی بچیم بخی که بریم با ما را پاک کنیم بخی بر پاکی با فکر میکنم برای ما و تو مان بخی بچه بخی بیا سراو الو جنده آقا چی هست؟ آقا جنده آقا چی هست؟ آقا جنده زیزمی آقا نکو جنده آقا باش ما جن گیر هستم آقا لایم آقا وی سراو دلاو هیچی چی میکنی؟ هیچی چی میکنی؟ آقا همه تو خواه دیده اینجا آمده ای بیکاره تنبل به خاطر که برفا را پاک نکنی آمدی در چوب خانه شیشی نه پدر گفتم ما بر پاکدن آمدم این همیز یک کسی نبود که ما را تشویق بکنه بگه که شیر بگیراش بیره بگیراش بیله ما بدو مرش با ما پاک میکنی مرش بخ بخ دیگه بگی آقا راش بیله بدو درود و ادب خدمت هموطنان عزیز امید که همراه با فامیلای محترمتان صحت و سلامت باشین و با پایخانی امشب ما خوش آمدین موضوع پایخانی امشب ما به ارتباط دریورها در قدیم است دریورهای لینی یا دریورهای شهری در قدیم فعلا که از خدای یار جانشان بعضی از دریورها همین شام که میشه دیگه بیادر اول گپ گوش نمیکنن هیچ برگل ندارن برگل نمیگیرن باز که اگر گپ گوش کنن میگه بیادر شو شده شام شده هشت بجه شب است اگر چهار نفر در پشت سر میشینین نفر 20 20 روپیه اگر سه نفر میشینین نفر 40 روپیه یا 30 روپیه مگم امی کلانای ما با بزرگای ما قصه میکنم میگه در قدیما امی دریورای قدر با انصاف بودن یعنی مسافرینه که در موتر میشوندن دیگه امی پنج دقیقه که حرکت میکنن یک دفعه بریک میگرفت بیادر کس آزرده نشده؟ چیز کار نیست چیز کمبود نداره؟ کس چیز کمبود نداره؟ کلگه من نه باز حرکت باز که پنج دقیقه حرکت میکنن باز یک استاک بیادر کدام تا چیزی گفتی؟ نه مسافری میگفت نه کدام پیشنهاد نداره؟ باز حرکت وقتی که مسافری له در جایشان میرسن مثل یک بابا کلان واره، پدر کلان بله واره بله. مثل که کلان ها اید خرچی بیتن نه؟ اید خرچی، بله بله بیادر، کانه درسید یا؟ من اید خرچید بگی خرچید بله نگوی که دریور کاکا نبود کاکا اینه بود تو؟ اینا بیت پیسہ خرید نمیگیره پیسہ خرید نمیگیره پیسہ نمیگیره همین بعضی کسایی که پولدار شدن مسافرای اولوبوس هم اون هست که اون بود دریورای کاکا برشون چی داده بود پیسہ داده بود پیسہ داده بود و اما تو همین کلانای ما با بزرگای ما تو قصه میکنن میگن که محبت همین دریورا این قضیات بود در قدیم در قدیم این قضیات بود که همین مسافر که تا دان خانیش میرسن همین دان خانیش میرسن برش دروازه رو باز میکرد که پایین جو باز یک گیلن تیلان برش میداد تیله بخاطر چی؟ یک گیلن تیله بخاطر برش میداد میگفت ایره بگی پیشت که میشه کدام تاکسی رو استاد کنی و او تاکسیوان تیل کم بود داشته باشه و ای بینی بگیده محبت هست که انصاف هست محبت دوستی صمیمیت انصافی که از چلو صاف هم ولگه تیل شد ایج سرازیر از دیگه دیگه یک قصه که یاد مام آمد میگه از بابا و بابا کلان ما نواسی شوی همه خالص قصه میکرد میگفت سابق که دریور شام میشد یک گلکن در دستش چارایی به چارایی میگشت صدا میکرد چارایی به چارایی میگشت و صدا میکرد کسی نیست نه کسی نیست کی از حالا مانده؟ کی در خالص نرفته؟ بیا که موتر مفت است بیا خدا برسان که میدید کسی پارت خدا در طول بخش سر تین وقت شده اگر در سید جای نمینداشت خدا مینداخ میگو پارت در طول بخش خدا در طول بخش پارت دوستو عزیز قربانتان بخیر باشین تشکر که
با سلامندی بخش ما را هم دیدید. تا هفته آینده که بازم در خدمتتان قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. اشپان خیر. خدا حافظ. خدا حافظ و ناصرتان. یک دقیقه سراچه ساتشو حرکت کن سراچه که را مرکز حرکت کن یک لحظه عامر صاحب حرکت کن امی دو نفر کم بود دارم امی دو نفر را پوریا کنم میرم حرکت کن که چرایی را مرکز یه برادر ایلا عامر صاحب قربان چهام صدقه چهام فقط دو نفر کم بود دارم چطور کنم سراش حرکت کو اینه قربان شمال چه بکشم نه بی بی ار بغل مدرسه دنده تکه تکه است او عامر صاحب قربان چوام پاهم سراخ است شکر است که موتر از نفر است اگه از خودم می بود وقت زاره ترق شده بودم عامر صاحب حال موتر از مردم است یا از خودت از حرکت کو حرکت بکنی آره اینه میرم برو بوره که شمال تو بکشو برو شمال تو بکشو دالمان آلا یک دفت دالمان کرولا حرکت که شمال تو بکشو نه آمر صاحب کرولا آمر صاحب آلو آمر صاحب یک دقیقه آمر صاحب آلو نکنه آمر صاحب یک دفت شمال پای ما کشیم کرولا حرکت که میکن چوره ای رو برکنی کرولا آمر صاحب یک دفعه شمال پای ما کشیدی که پایم خلنج گرفته بود پای ما برام فایده کرد دیگه هر دفعه مزه نمیده آمر صاحب در راه از دست دریورم روز ندارم در چاره از دست تو دریورم با ما چی خرد؟ با چی تو کنم؟ چی کنم آله ده از چوب تو خب من را زده چوب تو من خود سر میکنم اولادای من چی تو نان بودم اولادای تا من چی تو میگم در چاره ایستاد نکنه چاره ای جای نفر گرفتن نیست چاره ای را بند انداخته سعی که عامر صاحب همی چاره ها را از ازگاه دور کنه نم شما بیغم از نم ما عامر صاحب کرولا زیاد دلیل نگو گفتم که شمال پای تو میکشم نکنه اینا رو که بوده با دالمان ترک که در کمر انسان با شکایت میکنی نه گفتم حرکت کو سلام و وقت بخیر دوستای عزیز امید که جور سعدمند باشین با میز چهار کنج ما خوش آمدین موضوع میز چهار کنج ما از جنگ و جنجال صاحب خانه و همراه دوست گپ های زیاد از خود از یا میشنویم سلام به خودتم سلام به شما جناب صاحب خانه و جناب دوست صاحب بله اول سر شما میم صاحب خانه صاحب چرا همی دوزه قدر لط کردین شما؟ دیده جان بله دوزه در داخل اولیم از سر دروازه خود انداخته بود بله. در داخل اولیم گیر کردم خوب کردم که لطش کردم انوز شکرگزار باشه که من نکشتیمش تنها لطش کردیم بله کی لطش نمیکنه دنیمتوری اوالت که گیرش کنه واقعا باید لط بخوره شما بله. چی شکایت دارین از صاحب خانه؟ بیادر من شکایت میهیست که سیست که من دوز هستم بله سیست که من دوز هستم اما امو نامی که بیادر یک نامی یک انسان که سر تو ما سر ازی ماندگی سر ما ماندگی هست بله امتر شده؟ دوز خو از بیخ بوتا پیدا نشده نه دوش بیادر ایسه که کاکا داره، ماما داره، قوم داره، خیش داره، هر چیز داره بله اما تا شاره مشکل یک دقیقه مشکل دوش دینمه قصد که تا به یک پول صحیح برسه بله در پول صحیح که رسید دوش نیست نه؟ نه؟ یک آدم بسیار نیک، یک آدم شریف فقط در پول بسیار خوشخلق در پول برسه مشکل دوش چی هست؟ الا تا یک پول صحیح برسه پولی صحیح که پیدا کرد باز بسیار با احترام میگه احترامشان بالا میره باز ما وقت این رو دوست میگم خب از پیش یک پنج منزلی باید تیز شد بگوشت که این است که دوزواری تیز شد از پیش خانه فکر تست یا نه؟ اینه نتاق جان بله تا که دوزی نکده
خاله داره، عمه داره، کاکا داره، ماما داره، همه چیز داره. تا که در دوزی گیر نامدیم. تا که در دوزی گیر نامده. وقتی که گیر آمد، هیچ کس نداره. تک تنها میمانه. دیگه جناب نطاق جان، بله. ما پیشتر برات گفتم. دیگه چرا یک دوزه به جای لد کنن؟ صحیحست که من دوزه هستم، روز روشن از سر دروازه خدا هنداختم. چیزی گیرتانم نامد بکنم. نه، تو میموندی که من موترتا میبردم، سودا میکدم، بازرخ میامدی. چه پیشیش در جیب خود میموندی، چه زبطه؟ بعد از اون مرا لد میکنی. تو اجازه میدادی که بدر مثلا پول لختتا از خانت میبردم. بله اما تو شانه پول لختتا میبردم پولت گم میشد بعد از اون مرا دوز میگفتی. راست میگه این مقروبه جانب است. من تو وقتی که من پیسی تا نگرفته بودم پولت تا نگرفته بودم گوش کنه تو فکر میکردی که کدام فرشته است از اواد دولی مفتیده. ببخشی نتاق جان ببخشی نتاق جان بفرما میفهمین؟ بله. این پشت مرغ دوید اونم مرغ وقتی که قد قد کرد من خبر شدم که داخل اولی کس هست این شما... عذیت میکنه شما ملامت هسته اونجا بود که این مرغ گیر کرده نتونست شما... میره گیر کرده شما 100% ملامت هسته ای خیلی ببینی ملامت هستین که دوست این چیز شما را نگرفت آید بشر که دبی کتگیت دبی کتگیت پشت یک دوست خجالت شدیم بشر پول نگرفته هیچ چیز با مال شما دز نداده خجالت بکش خجالت بکش که چیزی را گرفتم نتونستی و خوب لات جانانم خوب یکی تو بیام شدی بسوی بنندای عزیز این بود مز چهار کنجم بسوی ببین زندگی تا هفته آینده تا یک مز دیگر خداحافظ وقت خوش تشکر سلامت باشین شما بسیار با شخصیت هستید بیادر دیگه اینه بی یک دوکان دیگه از اینا میبینیم خب؟ اینه بی دوکان هم میبینیم اگر شد که می آرد و برنج و روغن نظامی جا بخرم ببخشی بیادر جان از مندهی خوب بیخی برآمدیم اینجا کنش دوکان های پرچون فروشی است اینه بی حساب تا خلاص کو بیادر جان تو دیگه سوزایی تا بخر دیگه بخیر تو دیگه در پرچون فروشی و گپاش کار نداشته باش فقط من آرد و روغن و برنج ها رو میارم دکراشید بان دا جای برسان پیسی تا بگیم صحیح صحیح همین جواب بیا یک ذره زودتر بخیر بیا بیا بیادر نشد نشد نه قیمت بود بیا کوکو بیا بره بیادر جان ها این دوکانای پشون فروشی خلاص شد بیادر حساب مرا خلاص کن بیادر یک دفعه گفتی شنیدم تو باشو که بیادر یعنی بیگه این قیمت فروشی هست یعنی بیگه بخورای پایلیتر رو بایی بکنم 420-430 یالا جان سعیز اونمو قیمتش هست بسیار زیاد که برات کم بتا 410 الا 405 الا 400 از اون کم کس نمیده بیادر ما پایسر از دار نیافتیم ما میخواییم یک و نیم ساید بسارش کش... قیمت بگیرم دو نیم ساید نمیده کت یک و نیم ساید چی میکنی تو؟ بیا بیادر بیا بریم بیا بیا بیادر جون آرد 14.5 است بسیار که مراحت کنه 14 از او کم نمیتیتان چرا ناقب ناق مرا جا میتی بیادر ما پیسه را از را نیافتیم فامیدی آنه بگه بکس در ایسا دوکانی پیدا میشه که بیادر یک بودیار در بسیار که مرد قیمت بوده 600 یا 700 نمیتا بیادر او قیمت ها نیست شد تو فکر میکنم از کدام زمانه دیگه فکر بیادر اوصله ما خراب کردی برو خیلی دیگه برو بیادر برو مرا پیسه ما بته بیادر ما تا بالت مرا از کار کشیدی پیسه ما بته باز برو بخیر پیسه چی؟ وی مرا از کار کشیدی ما غریب کار هستم تو غریب کار هست خیلی ما بیخی دلار کار هستم نه اگه دلار کار هستی یا دلار ما این هستی هرچی کستی اخه مرا بتی اگه این نمی مانم بتا ایلاک بیادر ایلاکو ایلا نمیتون اینه تو رو ایلا میتون برفتم اینه اینه چی میگیرم میگیرم مثلا دی کار میکنم تا که ما پیسه ما پیدا کنم رئیسم چشم ما شما هم ندادی حالی در گروگانی ماندی مرا تیلوک تیلوک نکن رئیسم تو باید که خطا کن برای خطا کن یلوک یلوک رئیسم این نبی از تو رئیسم 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 پر تو خودت دهی رئیسم بالاشو بیاده است تا چند بزه است؟ دوازده است دیگه دوازده بجه است شنبه واره موتی جشتیم بگی وقت فرصتی است روز پنج شنبه رو سکو ششتان موتر رو سکو بسیار بیاد بره اینمی چی گپ از بیاده؟ کارک من جانم قربانت شام محترم دوازده بجه است رخصتی است جانکم رخصتی یک بجه است شما چی میگین؟ بیاده روز پنج شنبه است
مسایک و محترم، سعیست که 12 بجه است، آوازه رخصتی است. گوش ما بدون آوازه رخصتی دیگه چیز نمیشنوه. راست میگه، 12 بجه آوازه رخصتی است، قربانت شام. سایکو، سایکو، این گوشم کس آوازه رخصتی را میشنوه، میره گپای رخصتی را. این گوشم کس، این گوشم، این گوشم. این گپای ناقا دلیت میکنه، خود به خود دلیت. اینه مثل ازی واره. مثل نزی که تو گفتی اوراق امضا کن رو میره دلیت کرده بدون از. قربانتان شام، صدقه شام. اینی دفتر پالویتان کس دو پنج شنبه تقریبا تا 3 بجه اینم یا قرار شیشتن کار خدا کردن چون کار مردم مانده بود به مو خاطر کلگی شیشتن مچم سپس چپس خوردن یا اونو موجه برگر خوردن یادر ای ام یکی خلاص برات بگویم خواه 12 بجه آوازه رخصتی است 12:30 بجه پرواز رخصتی است نشه که 12:30 بجه شوه نه همین مامورین جیت ورز می شوبه بالا فامیل بالش ده بگردنت بخوره بس توانش میتی نه من خودم سر آقایم توان هستم فهمیدم دیگه کدام گفتنی دیگه هم داره بله ما باید 20 کم یک خانه باشم اگر نه 45 دقیقه پیش خوشم یا زنم کم میایم خدا همش کم بیاره برو برو در این وقت رخصتی آمده کلی بگی قلف کلی قلف بکنیم کلی بگی بابا در برو که روز پنجشنبه زنگ چرا خبر نباشه برو و رخصتی سعید یه خطوره دیگه پشت دروازه بوده بگو رخصتی دوستای عزیز با مشاوره امشای ما خوش آمدین به به بله. ما 3 نفر قلم به دست در خدمتتان هستیم به به میگه دینشاو عرصی ما میمان بودیم در یک پلو پلو دینشاو عرصی ما میمان بودیم در یک پلو پلو باز که بوجه رفتیم تا صبح مدتی که داشتیم نه پلاو بود نه علاو بسیار مخیم بسیار شیریخ دوست داریم اما آل وقتش نیست نیست شیریخ دوست داریم اما آل وقتش نیست در بهار که میخوریم شیرین است مگم مزیش نیست نیست بسیار مقبول بسیار مقبول شما بگین درختای سر کور کی شانده به به درختای سر کور کی شانده به به قالینچک از میبام افتاد نشکست به به یک شعر مام براتون می سرایم بفرمایید دکان به دکان گشتم به خاطر یک دانه بود به به دکان به دکان گشتم به خاطر یک دانه بود به به هر کدام را در پایم انداختم در پایم جور بود به خاطر قیمت بالا و یک نمبر غلط فکر کو از لالاید نبود نبود پایلچ خانه آمده نبود عرصه ما ششته مثل رفیقا عرصه ما ششته مثل رفیقا دیگه گای جور هستیم گای در بین خود خیر دوستای عزیز بسیار زیاد تشکر خداحافظ این بود مشاوره ما تا برنامه آینده که بازم در خدمت شما هستیم با یک مصری کوتاه خلاصش میکنیم به فرجام میرسانیم دوستای عزیز بسیار زیاد تشکر دوستای عزیز بسیار زیاد تشکر باز که آمدیم در پیش روی ما باشد گر هلو سلام گرسیز در روه با اخباری ای ساعت خوش آمدین به به چی کاری عالی کردین که دو زگیر کردین در کوچه از پایز از نیفش پایسیر یک از دانش کلچه چی خبر نه نه ایتورا یک قدر لک شما نکنین بالا دیگه شد قانون میفهم کردش دوستای عزیز مردم مسکین ما به خاطر تحویلی پول هم از وظیفه میمانن هم از قول برای بس بیشتر برای قضاوت بیشتر برای پرسوار بیشتر جناب تحویلگر که اینا پول تحویل میگیرن مثلا پول تذکری برقی را تحویل میگیرن پول لیسانس تحویل میگیرن پول پاسپورت تحویل میگیرن و غیره و غیره و غیره و غیره موضوع ما هست که گپ ما هست و جنابشان که اینجا حضور دارن اینا را به خاطر ازی خواستیم که جناب مامور صاحب جناب وظیفه دار صاحب شما چرا همین شبهات تحویل گیریتون از یاد نمیکنین که مثلا
مردم بسیار پریشان است. وقتی در شهر ما در چند جای دیدیم که قطاری از مردم است، یک قطار بسیار دوامدار، تعداد زیاد مردم، مثلا یک کسی از وظیفه‌اش مانده، یک کسی از دوکانش مانده، یک کسی مثلا از رسیدن به مریضش مانده، به خاطر اینکه اونم پول تحویل کنه اونم استاد است. دلیل از چی است؟ و یک گپ دیگام هست که مردم میره شکایت کردن، مثلا تحویلیش از 300 ولی یک تاکسی سر صدا میکنه، یک تاکسی وان مرا 600 روپای میده که من تو رو تا گمرک ببرم اونجا در ده دقیقه پول تحویل کنی. چرا شما همین شوباتتون از زیاد نمیسوزید؟ گپایتون خلاص؟ بلا بسیار ببخشن، اتراز از ما دفاتر ما در اوائل زیاد بود. خب و امی مردم از امی دفاتر ما که زیاد بود از امی سوء استفاده کرده. خب چه رقم استفاده؟ مثلا اتراز نتاق جان که ما دفاتر ما نزدیک بود امی امکارای ما یا امی کارگرای ما یا امی مسئولین ما یکان خیشخوری ها شد بینشان. او یک دونگه گلاس ضرورت داشت، او از اون میخواست، بازو یک درک چای خشک ضرورت نداشت، پیش از این میامد بازو یک چیز اینه ما دیدیم که اینجا جنجال میشه. خب من مطلب شما را گرفتم، یعنی میگین که شبهات طویلگیری پول بله. که ما تشریح دادم بله این مثل ما خود دواری نزدیک بود بله بعد از شما دیدین که بیادر مامورین با استفاده از این نزدیکی وقت ضایع میکنه، مثلا این میره در شوبی از اون میگه یک دانه گلاس بده، باز او بیره در شوبی از اون میره شوبی از اون میره مرا هم چای نکی تانه بده نه گرمی تانه بده. ها دیگه اما تو بعضن میمونی ها و دعوت ها و دیگه با او شوبه نه این شوبه و شوبی دیگه رو بگه در چای شو پیش ما میمان در چای شو پیش ما میمان هستی در قیماق در قیماق چای در کیک کلچه دیگه ما به می خاطر گرفتیم امی دفاتر را دور ساختیم. و گپت مهم چی هست؟ گپ مهم این که امی مردم ما دعوت کردیم به این که امی نوبت و قطار و دیگه و دیگه را اما تو مراعت بکنن در ضمن از اون دیگه گپ هم هست امی که قطار مردم استاد میشه این خودش یک زیبایی داره، مثل از این مثل دم طاووس واره، دم طاووس متوجه شدید که یک زیبایی داره. ببینید دوستان عزیز چه خوب یک جواب هنری و بسیار مقبول گفتن، میگن که هر قدر که مردم در نمایندگی های تحویل پول بله. استاد شوند، قطار بله. شوند، منظم باشند، مثل از یه که از دوری تو معلوم میشه مثل یک طاووس بسیار بزرگ در اوجه به فامیدی شکل گرفته مثل یک طاووس استاد باشد. بله. آه تشکر، سلامت باشید دوست عزیز، تانکیو، وری گود، اوشلیتون عالی بود، گود مایند.